بابولی خیلی چاکرم و خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب من. اسم من پاشا رفیقت. آقا فکر کنم چند ماهی گذشت از اون ویدیویی که قرار بود شما یه رازی که میدونین حالا از یه کسی اسم من نمیدونم کی اون رازه رو برا من بگین، اسمش هم نگی، ولی بدونیم آقا شما چه رازایی میدونین و راز کی عجیب تره. بدون هیچ توضیح اضافه دیگه ای بریم توی ویدیو. احساس بکنم چیزای عجیبی فرستادین، از روی تایم دارم میگم، مثلا تعداد وایس هایی که اومده تایم زیادی صحبت کردین. بریم سراغ اولیش. یه رازی که میخوام بهت بگم رازی نیست که خانواده نباید بفهمه، رازیه که هر کسی غیر از خانواده نباید بفهمه. میخوای نگی؟ احساس عذاب وجدان کردم این ویدیو رو برای این نگفتم بفرستینا، یعنی این وایسا رو. حالا بگو. ولی من که من بابام فرمانده کل اطلاعات یکی از استانهای کشوره. من هیچ ریاکتی نمی کنم، یعنی هر ریاکتی کنم. بریم بعدی. من زمانی که دبیرستان بودم یا آقای به عنوان مشاور میومد مدرسه‌مون، مثلا هفته دو سه بار میومد صحبت میکرد با دانش آموزا درباره موضوعات مثلا خانوادگی، مشکلی اگه چیزی داشتن مثلا حالت اینطوری. بعد آقای خیلی آقای مذهبی بود و اینا. بعد این یه تایمی، اون تایمی که مثلا دعایش و اینا بودن و اینا، خیلی راجع به این موضوعات صحبت میکرد و اینا. مثلا بعدن فهمیدیم که وقتی از مدرسه رفت، مثلا این آقای کارش همین بود، یعنی میرفته تو مثلا مدارس و اینا میگشته، مثلا دانش آموزا یا بچه هایی که مثلا میخواستن و مثلا قاچاقه میفرستاده سوریه اینا. و خب جالبیش اینه که یه بارم به من این پیشنهاد داد، یعنی گفت که مثلا من میتونم بفرستمت، مثلا یه حالت میخواست شستشو مغزی بده دیگه. و خب بعدن اومدن از ما مثلا از چقدر ضعیف داشته شستشو مغزی میداده. شستش و مغزی رو نباید بفهمیم، مگه اینجوری نیست؟ آقا خیلی عجیب شروع کردین و من انقدر عجیب قریب نم، در حد این که مثلا دیدی پسرموت یه گوشه نشسته داره درس نمیخونه، در این حد اینجوری نه. مثلا خب لاتو اینا اومدن از کل دانش آموزا پرس و جو کردن و یه حالت برگی پر کردیم و اینا. خلاصه که من یه مدت با یه تروریست صحبت میکردم، اگه کار کسی رو خواسته تموم. یه دقیقه بذار آخر شه بار دیگه گوش کنیم. از اطلاعات و اینا اومدن از کل دانش آموزا پرس و جو کردن و آقا این دوتا وایس ها به هم دیگه ربط داره، یعنی اولی و دومیه. ولش کن، خیلی سنگین شروع کردین. منم از اونجایی که میترسم الان یهو اف بی آی در خونه رو بزنه تو، سری میرم سراغ وایس بعدی. من مامان و بابا هم رفتن مسافرت و من تو خونه تنها بودم. خب یه دختر کلاس هفتمی هم بودم. وقتی من بابام نبودن و فکر میکردن که من هر روز میرم کتاب خونه، ولی من کتاب خونه نمیرفتم و دوست پسر تو خونه پارتی گرفتم. آها خب میبینی وقتی اونجوری تیز شروع میشه دیگه پارتی گرفتن تو کرس، یعنی حالا اگه تو اول این وایس رو میدادی بعد اونا هم وایس رو میدادن لولمون درست میشد. ولی نوش جونت، حلالت، مطمئن باش بابا مامانم میدونن. من فکر کنم پدر مادر هممون خیلی تیزتر از این حرفان که وقتی ما رو سه روز تو خونه تنها میذارن میرن. البته من که دیگه ماشاءالله نرغولی شدم، ولی مثلا کسایی که سنشون کمتره اینا وقتی تو خونه تنها میمونن اینا میرن، میدونن که شما نمیشین یه گوشه منچ بازی کنی اونم تنهایی، یا بشینی فقط درس بخونی، کارهای دیگه هم میکنی. چند سال پیش وقتی که توی باغمون خودم زدم به موش مرده یون که حالم بده تا کسی که کنارمه بره برام آب بیاره از بالا، در اصل از شدت خنده قبلش تو خودم جوش کرده بودم و میخواستم یه جوری جمعش بکنم. آفرینی، بالترینش بود. یاد چی افتادم؟ اون فیلم رضا عطاران که زنش میمیره، اسم فیلمم یادم نیست، میان تو خط دلداریش بدن، این میفته رو دور خنده، انقدر داره میخنده بعد همه فکر میکنن این داره گریه میکنه، میان دقیقا یه همچین سناریویی بود.
آفرین. تا الان با اینکه خیلی کانسپتش معمولی بود ولی فانترین جایزه رو میدیم به تو. نه، جایزه فانترین راز رو میدیم به تو. اینجوری من سال پیش توی بیکی تو رابطه بودم، به دلیل رعایت نکردن مسائل بهداشتی دیگه، مسائل بهداشتی، طرف بچه دار میشه و به من هیچی نمیگه و من چند ماه باش در ارتباط نبودم، یه مدت کلا درگیر زندگی و اینا بودم. وای، یهو دست پیامو گرفته اومده جلو خونه که مثلا خرجی شو باید بدی. وای، و بعد فهمیدم که خسته بچه این بعد به اومد گفت و اینا و خسته بچه رو دنیای یه رای که کلی بحث و دعوا که بالاخره درست شد رفته بود چیز گرفت، یعنی از اون جمشم سوردم و درست شد همین. خب آیه بگو دیگه، سکته کردم آخرش، یه هر لحظه توقع داشتم یه او پیام گوشی ازش گیره بابایی منم قم صحبت کنم. خیلی خنده دار میشد. ببین وای، کاش این کارو با هم میکردی، یعنی حتی فیک هم اگه بود، کاش مثلا یه او بچه گوشی رو بعد تو از دور بگفتی بابایی نکن دارم صحبت کنم، فاک، خیلی باز نمیشد. آفرین، بریم بعدی. من حدود 2 سال پیش یکی از اساتیدمون به هم ابراز علاقه کرد و پیشنهاد دیت داد و با وجود اینکه من یه حدی روش کراش بودم بهش جواب منفی دادم، چون وقتی منطق ما کردم دیدم از لحاظ اختلاف سنی و خیلی چیزای دیگه خیلی مهمه، خیلی مهمه. بعد آقا من یه سوال دارم، حالا بحث هم دور نشیم، اینایی که مثلا استاد یکی‌ان، خب، یا مثلا با یکی دارن کار میکنن تو مثلا این شرکتیان و اینا، چجوری از طرف خوششون میاد یا حالا یه منظوری دارن میرن سیخ میزنن به طرف، هی میرن پدر طرفو در میارن که آقا بیا، خب نمیدونه لو میره، یعنی دیگه قدیمی نشده، چرا هی دست یه سریا داره رو میشه، دست یه سری از استادا رو میشه؟ خب بفهمین دیگه، چرا دست عبرت نمیشه برات؟ بگی بشین یه جا دیگه، آروم بگیر. با هم خیلی مش نیستیم و حس کردم رابطمون شروعش خیلی کار درستی نیست و اگه شروعش کنیم آخر عاقبت خوبی نداره. درسته، اما خب چون میترسیدم نمره آخر ترم من به مشکل بخوره یا شروع کردی بعدا توی دانشگاه با هم چش تو چش بشیم خیلی شرایط ناجور بشه معذب باشیم دو جفتمون، بهش گفتم که من خودم چه رابطم که امتحان باید دیت داشته باشم، خب که خیلی هم بهش بر نخورد. بعد چی شد؟ و این رازو جز الان هیچ وقت دیگه به هیچ کس دیگه نگفته بودم، همین. چون اصلا راحت نبودم باش. همین بابا، من فکر کردم دیت کردی بعد مثلا یه آتوی یارو داری بریم پدر یارو در بیاریم، اصلا وارد رابطه نشدی باش که، اون بهتر نشدی یا برای اون ولی کالا. بریم بعدی. من دوران راهنمایی و 3 سال دبیرستان کلاس زبان میرفتم و خیلی خیلی به زبان علاقه داشتم، در واقع به معلم کلاسمون علاقه داشتم. باریکلا که... میگم یه چیز وایست مشکل داره این وسط، گرفتمت. بریم. مردی بود که واقعا جذاب بود و از بین همه دخترایی که پیشش میرفتیم کلاس اون از من خوشش میومد. چرا معلم زبانا جذابن؟ دقت کردی؟ معلم زبانای مخصوصا خانومایی که معلم زبانن جذابن، اصلا من مردا هم همینطور، البته از اون سایت بخوای ببینی، ولی خب اینو متوجه شده بودم، به خاطر همین خیلی خیلی بیشتر کلاس ها رو میرفتم و بعد از یه مدتی من مجبور بودم کلاس خصوصی برم به خاطر اینکه میخواستم آزمون زبان شرکت کنم و ما کلاس ها رو تنها میرفتیم، من بودم و ایشون، بعد ایشون با من ارتباط داشت و من خیلی حالم کنارش خوب بود، ولی خب متاسفانه بعد فهمیدم که بچه داره، زن داره و خیلی همه چی کارش میشد. بعد ارتباط داشت یعنی چی؟ یعنی مثلا با هم تکس میدادین یا ارتباط داشت؟ یعنی چی میگم؟ ولی آره نه دیگه، احتمالا بیشتر از تکس بوده رابطتون. آره دیگه بچه داره، ببین از استایلش میتونی بفهمی ها، یعنی تو نه دیگه جاج نباید بگی. ببین از یه طرف میگن جاج نکن، از یه طرف وقتی جاج نمیکنی این میشه. خب با چیکار کنیم الان؟ الان تکلیف چیه؟ یکی جواب منو بده. بریم بعدی. رازی که من دارم اینه که دو تا، اولین که
آدم ها نمیدونن، آدم ها که دور من زندگی میکنن نمیدونن که من همه چیز رو، صرفا همه چیز رو راجع بهشون میدونم، یعنی از دوست پسر مامانم تا مشکلات دیگه تا بقیه دختر خالام. من فکر کردم آدم های دوست، مثلا داری دوستاتو میگی. آها اونا رو فکر میکنم نمیدونم. ببین منم چون اینجوری هم، من مثلا هرکی بیرون میبینه میگه نمیفهمه، ولی خیلی میفهمم و این بده، چون یه سری چیزها رو راجبه یه سری از آدم ها میدونم که هیچ وقت هم بهشون نمیارم، ولی اگه یه روز، فقط یک روز میخوان با هم وارد داستان بشن، دوست ندارن که بشن، چون نمیدونن. یا یه چیزی ایارو میذارم رو میز که با خودش میکنم میگه اینو از کجا داشت اصلا. برای همین ماها که خیلی سر بزیریم بیشتر مراقب اون باشین، ماها وزه ایم. تو هم همینجوری فکر کنم. یه کسی کاری میکنه، خیانتی میکنه، کار خوب هر چی، همه رو میدونی. من اوتو دارست پت من گیر بیارن، میتونم سعی داره زور بزنم، میتونم یه دودمانو به باد بدم. حواسم هست به دوبومی چیه؟ من دختر خالم هنوزم که هنوزه، وقتی تنها باشیم یعنی کسی نباشه با هم دیگه میریم هموم. آها خیلی منتظر بودم چه بدتری بشنوم. هموم اوکیه، همون باحاله. من هنوز سوال دارم که چرا دخترها با هم دیگه میرن دستشویی ولی اگه پسرها با هم برن دستشویی مشکل داره. اینو هیچ وقت نفهمیدم. تو مهمونی وایستادی داری مثلا با یه رفزین یه دست دوستشو میگیره میره دستشویی. بعد پسرها اونور دارن تانک معامله میکنن. خب شما هم نمیدونم، این یه باگیه به نظرم، اینو باید یه فکری به حالش بکنی. من 3 سال پیش با یکی از دوستان که خیلی صمیمی بودیم تصمیم گرفتیم که خودکشی کنیم و اون خودکشی کرده. من نتونستم، ترسیدم، ولی از 3 سال پیش تا الان بهش که نگفتم که ما دوتای قبل با هم میگه خودکشی کنیم و من نتونستم. عجیب بود جدی. میخوای نریم بعدی؟ جدی داره ترسناک میشه. بعد اینجوری من اصلا نمیتونم باشم، نمیدونم، شاید بقیه چیزای خنده دار گفته باشم ولی مال من دارک طوره. همه دارک گفتن اتفاقا. من موقعی کلاس 5-6 بودم بابام رفت زندان به مدت 2 سال و هیچ کدوم از دوستام جز نزدیکترین دوستام که 10 سال باش دوستام نمیدونن اینو و من کل موقع مدرسه به بقیه میگفتن که بابام رفته جنوب برای ماموریت. فکر کنم خیلی از کسایی که یکی از اعضای خانوادهشون رفتن زندان، حالا به هر دلیلی، اگه میخوام به کسی بگن بهونه مسافرت رو میارن دیگه. برای همین رازت خیلی دارک نبود. پیش میاد دیگه، برای خیلی ها پیش اومده این. آره بریم بعدی. سلام پاشا، چطوری؟ امیدوارم حالت خوب باشه. ولی میشه صدای من عوض کن چون این چیزی که دارم میگم واقعا به دوستان هم نگفتم، یعنی هیچکی نمیدونه راست. آخ تو یعنی اینقدر به من اعتماد داری؟ آقا من برای این مسئولیت نمیدونم مناسبم یا نه. من میخوام یوتیوب برای همیشه بذارم کنار چون احساس میکنم مسئولیتش خیلی داره بهم فشار میاره. بچه ها فعلا. نه میدونم دلتون تنگ میشه برام، برای همین هیچ وقت ولتون نمیکنم. اکباتانه، بعد خونه‌ی اکباتان حالا اگه دیده باشین چیز داره، پله فرار داره. آره. واسه موقعیت استرادی و اینا که توی خونه ما این پله فرار رو میخوای با اتاق من، این اتاق هم یه دری داره که به بیرون خونه در واقع میرسه از طریق اون پله ها و خب دره همیشه از اولی که ما آمدیم توی خونه قفل بود. یه دوش هم دست بابام بود. من از 2 سال پیش شهرم که اون موقع با یه پسر دوست شدم و تو رابطه بودیم، کلید این دره رو به یه بهونه از بابام گرفتم اون موقع و توی 1 سالی که ما هم تو رابطه بودیم 7-8 بار این اتفاق از این دره میومد و شب از اون دره دوست پسرم هم میمد خونه و طرف صبح قبل اینکه ما اونم اینا بیدار بشن میرفت بیرون. وای پسره چه اون پسره باید خاطره رو تعریف کنه.
شمارش نداری تو اپیزود بعدی زنگ بزنی پسره بیاد یه ذره حرف بزنه؟ چون اون فکر کن نصف شب باید کلی پله استراری میرفته بالا، بعد با استرس میومده تو خونه شما به امید اینکه با هم دیگه خوش بگذرونین، بعد از اون برم باید حالا خسته و کوفته برمیگشته سر صبح میرفته پایین. خیلی از اون سایت دوست دارم بشنوم. سایت تو نرماله، خونه نشستی در باز میشه، گل پسر میاد، از اون بارم گل پسر میره، مال اون قشنگه. من یه بار با یه فوتبالیست خیلی معروف چت کردم و باهاش زدم و باهاش ویدیو کال کردم. نه ویدیو کال کردم خواست خوبش ندادم، اگه مامانم اینو بدونه میکشتم. و در ضمن اون فوتبالیست بچه هم داشت. ببین من چند تا فکر اومد تو ذهنم، البته خیلی از فوتبالیست ها الان بچه دارن دیگه، ولی من یکی اومد تو ذهنم، نمیدونم اونه یا نه، فکر کنم اونه. نه در مورد اون رازی که گفته بودید، من تقریبا 5-6 ماه با دوست صمیمی پسرمون تو رابطه بودم و رابطه بله. بعد هر جایی که همون میدیدیم، عروسی، مهمونی، سر کار، همه جا کابلو میگرفتیم، خیلی رسمی برخورد میکردیم. بله. فکر میکردن که ما اصلا همون نمیشناسیم، در صورتی که خوب همو میشناختیم، یعنی دد باری کلا. خب این هم از اون دسته از رازاییه که خیلی یامون داشتیم، یعنی مثلا با یه آدمی تو رابطه بودی یا یه تیک سنگین میزدی، ولی چون میخواستی یه سری از آدم ها نفهمن جلوی اونا مزنی داره کابلو میگرفتی. نه؟ الان تو که داری اینو میبینی آره یا نه؟ اگرم تا الان نداشتی، از الان به بعد بهت قول میدم یه کیس اینجوری خواهی داشت دیگه. حالا ببین کی. من یه رازی میخوام بگم که نه اینطوره که خانوادم نباید بفهمن، نه فتیش عجیب غریبیه، ولی یه رازیه که خب تو نباید میدونستی و من دارم به خودت میگم. یا علی این چی میخوای بگی؟ اینکه من روی تو کامبیز یه کرش خیلی شدیدی دارم و الان خیلی وقت و فانتزی اینو دارم که با شما دوتای تریسام داشته باشم و اینو خیلی تصور میکنم، مخصوصا وقتی که رد لاینو میرم بارها بارها نگاه میکنم. نمیدونم خوشحال میشه یا بهت حس عجیبی دست میده، ولی حس کردم که جالب باشه. هیچ حس خاصی خاصا اینقدر رندوم بودیم وسط این وایس. الان دوستشم کامبیزم به این وایس بدی. هرکی که جاش خالیه تو وایس ها واقعا دوستشم یکی یه وایسی این وسط بده، ولی امیدوارم که در جای جای زندگی به موفقیت های طول و طویل برسی. بیات سر اون ویدیو اولی گفتی که اون بچه 13 ساله دوست پسر داشته و تو اون شما یعنی اون زمان خیلی تو فاز این چیزا نبودی. من خواستم بهت بگم که من اسکل، من نفهم 10 سالم بود که دوست پسر داشتم. خب بعد فکر کن دوست پسرم، خیلی هم دانایی، 10 سالگی دوست پسر داشتی، تو اسکل، تو نفهم. پس من تو 10 سالگیم چی بودم؟ 10 سالگی داشتی یه زندگی رو میچرخوندی با پسره. آقا این سری واقعا وایساتون سمتر و عجیبتر از سری قبلی بود، یعنی برای هر سلیقه‌ای ما راز داشتیم دیگه. اگه سری مافیایی دوست داشتی راز داشتیم، اگه چیزای چیز دوست داشتی داشتیم، همه مدل داشتیم. پارت دیگه‌ش هم یکی دو ماه دیگه، دوباره سه ماه دیگه یه ذره از این بگذره میگیرم حتما. و اینکه همین، بریم بیایم. دمتون گرم، مرسی که ویدیو رو تا اینجا دیدین. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت کافی و وافی رو تو خودتو برده باشی. مراقب خودتون باشین تا ویدیو بعدی. فعلا دافظ.